آقای نصر احمدی سلام، سربی هستم. به اتفاق دوستان بیننده و شنونده خوشحالیم که تماس ما با شما برقرار شد، چون دفعات قبل شما شکایت کرده بودید که ما شما را هی به بیراهه سیاست میبریم. این بار من فقط یه پرسش از شما میکنم، پس از اون میکروفون رو در اختیارتون میذارم تا شما ما رو بیشتر با این کتاب قانون اساسی آشنا کنید. و این پرسش که حقیقتا دوستان من رو کچل کردن اینه که وبسایت شما و ایمیل شما کی شروع به کار میکنه؟ لطف کنید یه مقداری در این مورد توضیح بدید و میکروفون در اختیار شماست. هر جوری که شما خودتون صلاح میدونید توی این 55 دقیقه با بینندگان صحبت کنید. من هم اینجا سراپا گوش و در خدمت شما هستم. بفرمایید. سپاسگزارم از شما. سلام میکنم حضور همه همیهنان گرامی و شما و بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم. فرمودی که پیرامون سایت من توضیح بدم، بنا بود که از تالی به آقای بهمن صحبت کنید و 10 دقیقه ایشون رو سر خط بیارید که با شما گفتگو بکنم و توضیح کافی وافی رو در این زمینه و برای یک بار به همه بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم برسونن. امیدوارم هفته آینده این کار صورت بگیره. اما ایمیل این کار یعنی قانون اساسی حکومت پارلمانی هست info@rayestani آخرش با آی است .com و اما سایتش هست rayestani.com. رایستانی اون با وای هست وسطش یا شما آخرش رو گفتید با آی هست؟ ولی بله اولش با، یعنی وسطش با وای هست بله. آخرش با آی، پس میشه RAYESTANI. بسیار عالی. بله کاملا درسته، یعنی هر دو رایستانی به همین شکل نوشته میشه. خب. ایمیل هست info@rayestani.com، سایت هست rayestani.com. بله. با امیدوارم هفته دیگه شما با آقای بهمن صحبت بکنید و این سایت این کار که به جریان افتاده پاسخگو هم در این زمینه باشیم بلا فاصله و برفور پاسخ ایمیل بینندگان شنوندگان گرامی رو در هر نقطه جهان بدید. بله. و در ضمن تلفن من هم در اختیار همه بینندگان شنوندگان گرامی شما هست. از سالی که من به امریکا آمدم این تلفن اکتیو بوده و من پاسخگو بودم، اگرچه از قدیم و ندیم در فرهنگ ما هست، در فرهنگ اروپایی من ندیدم. من بیشتر سنم دیگه در اروپا و امریکا گذشته. هر که از دید برود از دل برود. به زمانی که من وارد امریکا شدم 12 سال پیش خیلی تبلیغات شد که پول کلیمه های جهان پس سر منه، یعنی خودم بارها شنیدم، و پول ملکه الیزابت پس سر منه و پول معمر القذافی رهبر لیبی. اینها رو من شنیدم. صبح که از خواب پا می شدم 20 تا 30 تا ماشین دم خونه بود که منو ببرن به تلویزیون یا دفتر جبهه. اما همین که فهمیدم نه، اون پول ها فقط دانش منه و اراده من هست و میهن دوستی من، آرام آرام کم شدن. به زمانی که جبهه بسته شد به لحاظ نبود بودجه، چون حرف اول و آخر رو در جهان امروزه بدیشه امریکا پول میزنه، که من به این نتیجه رسیدم شرافت، اخلاق، میهن دوستی، انسان دوستی، دانش و حتی آزادگی هیچ ارزشی نداره الا موقعیت. این است که متاسفانه من وقتی موقعیتم بسته شد، کانال های تلویزیون 57 رادیو 9 تلویزیون سر من بسته شد و این جبهه هم دفتر مرکزیش که بسته شد، سایر دفاتر در اروپا و امریکا 26 دفتر هم بسته شد، 3-4 نفری زنگ می زدن بدون اینکه کد شهرشون رو بگن و من حیران و سرگردان بودم که چطور با اینا گفتگو بکنم. این ارتباط به کلی گسسته شد. الان که قانون اساسی پارلمانی آمده برای حکومت پارلمانی و من 2 تلویزیون و 1 رادیو گفتگو میکنم، از قضا رادیوی سرباز مربوط به آقای گناهبادی در سوئد هم بازپخش میکنه، ریلی میکنه، کم و بیش ارتباط برقرار شده و این درسته. هر که از دید رود از دل برود. امیدوارم این چنین رد نباشه، فرهنگ ما یک تغییر تحولی درش ایجاد بشه، بارگاه ها انسانی بشه و آرزوها و رویاهای یعنی جنبه عمل به خودش بگیره. اما برگردیم بستر مسئله قانون اساسی. قانون اساسی برای معمولا برای نظامنامه حکومتی هست،
یعنی قانون اساسی بدون حکومت میشود یک کتاب داستان، میشود رمان. قانون اساسی باید نه حکومت درش ملحوظ باشه، پیرامون اون روش حکومت توضیح داده بشه. بنابراین از نمونه های جمهوری و نمونه های پادشاهی یک حکومت در میان حکومت های پادشاهی بهترین هست، پارلمانی، و یک حکومت در میان حکومت های جمهوری هم بهترین هست، اون هم جمهوری و پارلمانی. بنابراین هر دو رو من در این قانون اساسی حکومت پارلمانی ایران که در گیومه رایستانی آوردن و پیرامون واژه رایستانی هم توضیح خواهم داد بعد از این مطلب، نوع حکومت مشخص هست در دو سوی. ما دو نوع حکومت بیشتر نداریم، یکی پادشاهی و یکی جمهوری. از میان این دو نمونه بهترین مدلش از میان انواعش پارلمانی هست، پادشاهی پارلمانی، جمهوری پارلمانی. هر کدام از این دو رو مؤسسان یکم آینده ایران، خبرگان به گفته خود من یا خبرگان، هر دو درسته، واژه فارسی هست، انتخاب کرد به اکثریت آرا، یعنی به حرمت انسان، به حرمت ارزش انسان، نصف به اضافه یک می شود ارزش انسانی در دموکراسی. البته دموکراسی آتنی منظورم، نه دموکراسی معنوی. نه، دموکراسی معنوی آن است که اندیشه یک دانشمند با یک کسی که با حیوان سر و کار داره تفاوت بکنه، اون اندیشه معتبره. اما در جهان امروزه تعداد، یعنی کمیت مهمه نه کیفیت. این است که به لحاظ حرمت همون کمیت، نصف به اضافه یک، اگر رأی دادن برای پادشاهی پارلمانی، نظام پادشاهی پارلمانی خواهد شد. اگر هم رأی دادن به نظام جمهوری پارلمانی، نظام حکومتی ایران جمهوری پارلمانی خواهد شد. و این روش دموکراسی در این قانون اساسی برای چگونگی و چرایی و دستور آمرانه دادن به حکومت، یعنی قانون اساسی به حکومت دستور میده، شاه یا رئیس جمهور و رهبر تابعی است از نظام قانون اساسی. اگر تابع نباشه، بنابراین حسین دوره حسین قلی خانی هست. یک حسین قلی خانی در کرمانشاه بود، تحصیل کرده پاریس. البته هر کسی رو که تاییدش نمی کرد میگفت ببندید به شلاق، میگفتن آخر روش تو چه هست، میگفت حسین قلی خان کافیه. البته این مربوط به دوران جنگ اول جهانی هست، یعنی دوره فترت تاریخ ایران. این حسین قلی خانی ضرب المثل شده، اگر پادشاه یا رئیس جمهور تابع قانون اساسی نباشد، همان میشود که ما به پادشاهان مشروطه 100% میگوییم دیکتاتور، و با توجه به قانون خرابش و به جمهوری اسلامی هم رهبرانش سردردارانش میگوییم دیکتاتور. به گفته دکتر غلام حسین صدیقی، بنیانگذار علم جامعه شناسی ایران، مقدم الاساطیر ایران، توضیح میداد قانون ناموس جامعه هست ولو قانون بد. بنابراین انسان مترقی و متحول تابیست از قانون. اگر قانون بد باشد، سعی میکنه چیزی بنویسد یا نمایندگان و متوجه خرابی های قانون بکنه، از طریق قانونی اون قانون عوض بکنه. اما چون شرایط حکومتی ما به گمانم مساعد نیست که به روش مسالمت آمیز کاملا حرمت برانگیز باشه، این اندیشه باید در ذهن مردم جای بگیره و مردم یک روز خواهان یک روش دموکراسی باشن. جناب آقای سوربی، همیهنان گرامی، دموکراسی لفظه، هر بشری میتونه بگه تابع دموکراسی هستن. شما اگر آقای سوربی قدرتی داشته باشید، یعنی یکی از دیکتاتورهای بزرگ جهان، استالین که براتر از اون بود به لحاظ دیکتاتوری، ماوتسوتون، هیتلر، موسولینی، همه دیکتاتورهای ریستر، رضا شاه، هر کسو آیت الله خمینی رو زنده بکنید، بیگمان خواهند گفت ما طالب دموکراسی هستیم. اما سر مطلق روش اینها دیکتاتوری بود. دموکراسی لفظه، وقتی به عمل نیاد در چارچوب دموکراسی، بنابراین این دموکراسی فقط در لفظ خلاصه میشه. این است که برای اینکه این روش در لفظ و در اذهان فقط یک گفتار نباشه، به صورت نوشته، یعنی قانون اساسی حکومت پارلمانی ایران آورده شده. اما چرا رایستانی؟ چون ما وقتی عنوان میکنیم مجلس شورای ملی یا مجلس شورای اسلامی، خیلی خوب، هر سه واژه در هر دو گفتار عربی هست. پارلمان هم یک واژه لاتینه، آمده
400 500 سال در فرهنگ فرانسه است، فرهنگ فرانسه آمده به دیگر زبان‌های اروپایی مثل انگلیسی، مثل اسپانیولی، مثل ایتالیایی، مثل آلمانی و مثل روسی. البته روسی را اگر جز زبان‌های اروپایی بذارن که نه، چون اسلاوی اون در شمار هند اروپایی جایی نمی‌گیره. زبان‌های هند اروپایی عبارتند از همین زبان‌هایی که عرض کردم به اضافه زبان هندی و فارسی. این شبه زبان هند اروپایی، یعنی زبان‌های مترقی و متحول امروزه که متاسفانه فارسیش به لحاظ بی کسی بی توجهی و غربت و دور از ازان موندن و جدا موندن از داده‌های علمی بسیار بسیار عقب رفته. 250 سال پیش به حرمت سعدی، حتی یک رئیس جمهور فرانسه به نام کارنو سعدی بود، اسمش سعدی بود، پدر بزرگش اسم پسرش رو سعدی گذاشته بود و او سعدی اسم پسرش هم سعدی گذاشت به حرمت سعدی. و به حرمت سعدی که ما همه میدونیم زبان فارسی در هند زبان رسمی بود. وقتی که دولت فخیمه بریتانیا آمد و اون سیاست استعماری رو پیاده کرد و گاندی رو علم کرد، حالا مدوار من خورده نگیرند، چون گاندی آمد شبه قاره هند رو تبدیل به هند کرد، یعنی کشمیر ازش جدا شد، پاکستان ازش جدا شد، تامیر ازش جدا شد و بنگلادش هم ازش جدا شد، تبدیل شد به کشور هند. زبان فارسی منسوخ شد و از بین رفت و جاش رو زبان انگلیسی گرفت. یعنی زبان رسمی ما در هند فارسی بود، زبان مردم هند منظورم گفتم ما. بله، دو تا قانون اساسی بعد ما داشتیم داریم، یکیش بشر کاره و کار میکنه. محصل این قانون اساسی امروزی چکیده کار پلشت و زشت قانون اساسی مشروطه بود. قانون اساسی مشروطه جنبه های انسانی درش بسیار بسیار صفره، لحاظ درجه بندی حتی پایین تر از این قانون اساسی جمهوری اسلامی هست. چرا؟ چون در اونجا جامعه ملت مطرح نیست، یعنی یک پدیده و یک کارا درش مطرحه. اون پدیده پدیده دینی هست، اون هم مذهب شیعه، و مجری و فرمانبرش برای حکمرانی بر جامعه شخصیست به نام پادشاه. حالا این پادشاه گاهی اوقات بارش ستیقه فوق کرامت بوده میشه، اما عملکرد باید تابق و نل بر اساس منبیات اون قانون اساسی باشه. گو که در این حالی که به این قانون اساسی هم عمل میشد، اما عملا به کارکردش بیتوجهی بود. چرا؟ چون در تاریخ 16 سالی پادشاهی رضا شاه، حتی 4 سال پیشترش، هرگز واژه مجلس رو میگفت، میگفت طبیله، یعنی مجلس رضا شاه میگفت طبیله. اگر یک کسی رو میخواستن از ایل مثلا یه خانی بیاردن کلوفتی بود بیارن تهران بنای رابطه دوستی و مودت بذارن. چرا؟ چون ساختار جامعه ایران تا سالهای 1963 بالای 75% 80% ایلی بود. همه پادشاهان ایران ایلیاتی بودن الا خانواده پهلوی که خانواده روستایی بود. همه پادشاهان ایران ایلیاتی بودن برای اینکه از شر گردن کلوفتی ها اون خان راحت بشن، به یک رابطه مودت آمیزی بین شاه و بین حکومت به اون خان برقرار بشه، اون خانو میاردن به پارلمان، میگفت برید فلانی رو بیارید طبیله. بنابراین محل زیارت قانون نبوده است، قانون یک وسیله بوده برای پدیده دین نهاد دین و مجریش هم پادشاهان بودن. الان هم که دیگه رسما علنا باید کسانی باشن که خودشون رو منتسب به امامان بکنن یا خاندان عرب در ایران، حاکم در ایران به نام سید. سید واژه‌اش به معنای آقا. کسانی بودند که به قول محمد جریر طبری و به قول ابن عقل بغدادی در سورة العجز و الاقادیر و از تاریخ بلعمی، محمد بلعمی، همه اونها نوشته شده. وقتی عرب ها آمدن ایران رو گرفتن، زنان ایران رو به غنیمت بردن، گله گله و گله گله، دسته دسته بردن، 40,000 40,000 20,000 10,000 بردن. و اینها وقتی میانه را بیشترشون میمردن، بیشترشون هم آبستن میشدن، برمیگردوندنشون یا میبردن تو عربستان. وقتی زایمان میکردن با فرزند اینها را روانه ایران میکردن. و اینها چون از سلاله عرب هستن، واژه سید بر اینها اطلاق شد و بیشتر امامداران سیاه از اون سلاله هستن. به همین جهت شما اگر با یک مذهبی امامه سیاه رویارو بشید، بیشک و تردید خودش از خاندان پیغمبر میدونه. حتی ما در افواه داریم میگن سید اولاد پیغمبره، اذیتش نکن. اون زمان میگفتن، حالا که الان دیگه کسی جرأت اذیت که نداره هیچی،
از تیغ بران اینها باید خودشو مسئول نگه بداره. بنابراین ما حسن اون قانون زیان بخش مشروطه آمد شد قانون اساسی جمهوری اسلامی. چرا؟ چون تا بکنه روش حکومتی در گذشته در دوران مشروطه 73 ساله مشروطه و بویژه 57 ساله پهلوی الهاماتش کاملا از روش دین بود، برای گریز و پریز از این قضایا که انسان ایرانی میتونه استعداد داره، خلاقیت داره، نبوغ داره، امکانات مالی فراوان داره، نفت، گاز، نفت ایران چهارمه، گاز ایران دومه، خاویار ایران اوله بعد روسیه است، قالیش اوله، اگرچه قالی پاکستانی قالی هندی رو همراهش کردن و خرابش کردند برای بازار مکاره و بسیار چیزهای دیگر از جمله صدف، پسته و خیلی انار ایران، همه اینها اوله در دنیا، زیتون ایران دومه در جهان. این است که ما منابع فراوان مالی داریم، آدمهای خلاق هم داریم، چرا که این مملکت ترقی نکنه؟ اساس و پایش از بود حکومت‌های بد هست، حکومت بد هم پایش قانون اساسی است. بنابراین باید یک قانون اساسی همه پسند باشه، اگر چطاب و نل 100% ممکنه مورد تایید نباشه، جای ایراد و اشکال هم باشه، اما به نسبه قانونی باشه که ترقی و تحول و تعالی جامعه درش باشه. به همین مناسبت این قانون اساسی رو بیگمان چون بیطرفی هست، بی نظری هست، بی حرزی هست، ایدئولوژی درش راه نداره، جنبه های سیاسی به هیچ روی درش نیست، نوشته شده در معرض قضاوت همگان. و فراموش کردم توضیح بدم که جناب آقای مهندس سهراب چمنارا این قانون اساسی رو هم در سایت بردن، چون حتی گروه سبز با ایشون تماس گرفته بود که حتما این کار رو ایشون به خاطر اون گروه و به خاطر همیهنان دیگه هم بکنن. بنابراین دو بار تشکر از آقای مهندس سهراب چمنارا هم لازم دیدم. اما برگردیم به خود قانون اساسی. 11 صفحه نخستش که شعارگونه هست، اولش آمده که سر من سرنوشت من رو تعیین کرد برای این کار. 23 نوبت من تا پای گور رفتم، 2 نوبت در امریکا و 1 نوبت در پاریس، برحال نجات پیدا کردم. بر بینندگان و شنوندگان گرامی لازمه که این قانون اساسی رو بخونن که نظر بدن. بیگمان این 11 صفحه رو خواهند خوند و بر روی آنچنان شد که من این قانون اساسی رو بنویسم و از مرگ، یعنی مرگ به سراغ من نیاد، منو به کام خودش نکشونه، یعنی مرگ سیر بود، از پذیرش من سیر بود و منو به خودش دعوت نکرد. اما یه گروهی میپرسن در صفحه 3، البته صفحه اول که اون آرم هست، آرم خود قانون اساسی هست، صفحه 2 که عرض کردم تیترش هست سر نوشتم و اون عقل من باعث شد که این کار رو راهبری کنم برای سرنوشتی که در پیش رو هست، صفحه 3 برمیگرده به پرسشگری پاره همیهنان. یعنی از من میگفتن چرا به تنهایی قانون اساسی نوشته شده؟ خیلی خوب، اینم من مقر و معترف هستم که یک تنه نوشته شده، اما خب این یک تنه جای سوال هست، برای که من بر این پندار هستم در دو حال: اگر جمهوری اسلامی با تیب خاطر خودش بیاد بگه آقایان مخالف، خانمهای مخالف، ما کنار میریم، نظارگر هستیم، شما بیاید یک قانون اساسی زیبا، انسانی، فرشتگونه، اهریمن خوب، هرچه بنویسید، خودتون حکومت رو به دست بگیرید. جناب آقای سروی، حتما 100 نفری از همین خود اعضای حکومتی یا طرفدارانش، 100 تایی هم با تفکر اخوان مسلمینی، 100 تایی هم جناهای سیاسی، 100 تایی هم دستشونده بیگانه، 100 تایی هم که نمیدونن برای چه به اونجا میرن، میان جمع میشن، اگر تفاهم پیدا بکنن، هم دیگر رو دوست داشته باشن، فقط در اون مکان هم دیگر رو دوست داشته باشن، بیرون هم دیگر رو بدرند، یک قانون اساسی بدتر از مشروطه و بدتر از جمهوری اسلامی برای ما خواهند نوشت. اما شعر دوم، یعنی روش دوم، اگر نه گوشی شیطون کرد، بازم تاکید میکنم این جمله خیلی معنا داره، گوشی شیطون کرد اپوزیسیون بذاره جمهوری اسلامی بره، خب شما برای سازمان مجاهدین خلق، چریکهای فدایی، مشروط خواهان، حزب کمونیست کارگری، پیشگام، جبهه ملی، حزب توده، بازمانده های حزب الله، سر صاحبان ثروت، صاحبان مکنت، نوکران بیگانه، آقای سروی، آقای تضمینی میکنید اینها در تفاهم باشن، هم دیگر تیک پاره نکنن
و صدها هزار جوان ایرانی در خون نغلته؟ بیگمان نه. و ممکنه به تجزیه مملکت هم بیانجامه و هیچ خون ریزی اون سرش ناپیدا باشه. بنابراین برای پیشگیری از این دو کار، این قانون اساسی که یک راهکاری هست برای آینده و عنصر یعنی سیمان و سمنت جذب کننده و پیوند دهنده نیروهای مخالف حکومت اسلامی هست، این قانون اساسی نوشته شده. از این جهت اونجا که در تیتر آمده پرسشگری پاره هم میهنان که پاسخش یک تنه نه، نصر احمدی برای آینده اگر خط سیاه بذارید سر اسمش، بیگمان مؤسسان آینده ترکیبش بیش از 1000 نفر خواهد بود و اون 1000 نفر سرنوشت این قانون اساسی رو به دست دارن. به همین جهت عنصر انسانی در آرمان نظام پارلمانی مطرح است. آقای سربی هفته پیش تلفنی به من شد از یک بانو از آلمان. وقتی گفته بود کرد خیلی آزرده شدم، احساسم آزرده شد که چرا یک بانوی ایرانی این همه سرنوشتش به این شکل باشه. که آقای سربی ببخشید خیلی اکو میشه تلفن. بفرمایید. چرا یک بانوی ایرانی، چرا یک مرد ایرانی سرنوشتش چنین باشه که سر از کشور شوراها در بیاره و 4 سال به کار گل به کل سعدی وابدارندش و عمری ازش هدر بره به عمر 70 سالگی، این چنین هنوز در اون فشار و التهاب روحی باشه؟ و چرا کشور ما اینقدر فشار باشه که حزب درست بشه؟ حزب زیرزمینی منظورم، یعنی احزاب زیرزمینی بشن. وقتی ازش پرسیدم کجایی هستی گفت دشفولی، پرسیدم لور هستی یا عرب، گفت نه، نه آن هستم نه این، خوزی هستم. خیلی خوب، دشفولی ها شوشتری ها معمولا خوزی هستن، یعنی پیش از ایلامی هم. وقتی پیش از آخرین حکومت نهانیده آقای احمدی، این به هم آیا این خوزی همون کلمه خوزستان به همین معنیه دیگه؟ نه خوزستان کاملا صحیح میفرمایید، کاملا درسته. معنای لغویش یعنی نیشکرستان. بله خوزی از هم کنه. مردم بسیار قدیمی هستن، مثلا شهر اهواز 10000 سال پیش اسمش اهواز بوده که همه الان من و شما گفتگو میکنیم، اهواز 10000 ساله بوده. یا خرم‌آباد مثلا هایدالو بوده، اینها همون اسامی رو، سیمره، گاماست، اینها اسامی 10000 ساله هست که هنوز بر جای مون. یا مثلا شوش یا سوز به قول فرانسوی ها که در متون تاریخی فرهنگی جهان غرب هست به طور مطلق کلمه، همون شوش، همین شوشتر امروز هست که پایتخت بوده، یعنی پایتخت ایران بوده. آقای احمدی ببخشید، شما وقتی صحبت میکنید چون اطلاعاتون خیلی زیاده چیزایی رو به ما میگید که من مجبور میشم صحبت کنم. همین راجع به اهواز که میگید 10000 سال، یا راجع به دیگر قسمت‌های ایران، آدم تأسف میخوره وقتی که امروز در اینترنت یک تقویمی رو پخش کردن که این طرفداران پادشاهی این همه خوردند و دزدیدند و بردن، بعد از 37 سال آمدن 4 تا عکس رو گذاشتن و تقویمی درست کردن و تاریخ رو روی 2574 نشون میدن. یعنی اینها حتی سواد ندارن که ببینن کشور ما چند هزار سال سابقه قدمت داره و به خاطر همون بیسوادی و نادانی دیگران را هم به این راه میکشن. ضمناً در برنامه آقای مینویی گله شده بود، شکایت شده بود که شما گفتید آقای رضاشاه 2 بار پیاده به مشهد رفتن. سوال میکنن که این رو شما از کجا میگید و همچین چیزی وجود نداره. جالب اینجاست که خود آقای مینویی و بلا فاصله پس از اون گفت که بله آقای رضاشاه در سینه زنی ها، در غم زنی ها، در عزاداری شرکت میکرده تا موقعی که قدرت به دست آورده. بعد اون وقت حتی تاریخ گفته که رفته و اونها رو با اسلحه و با تفنگ و اینها زده، به اصطلاح درم و داغون کرده، که نشون میده پس این آقا وقتی که قدرت داشته به دست آورده با اون کسی که قبل از قدرت بوده زمین تا آسمون فرق میکرده. اگه لطف کنید راجع به این 2 سفر بگید و یه مقداری تقویم ایران رو به نظر شما اساس و پایش باید چی باشه؟ 3 تا پرسش مطرح فرمودید. با کمال میل من از این قانون اساسی بیرون اومدم، به گمانم واگذار میکنم از هفته آینده که بدون پرسش سیاسی از شما تقاضا میکنم بپردازیم به قانون اساسی، چون هدف حکومت پارلمانی آینده ایران هست و در معرض قضاوت همگان گذاشته میشه. و به گمانم وقتی این جبهه دوباره سامان بگیره، یعنی جبهه رهایی و بازسازی ایران که
33 سال پیش در پاریس سازمان هماهنگی هواداران مشروطه پادشاهی بود، بعد از 3-4 سال تغییر کرد به نام جبهه رهایی و بازسازی ایران، ارگانی باشد برای همین نظام پارلمانی آینده ایران، و بیگمان اونجا بیشتر توضیح داده خواهد شد اگر بلندگوی مستقلی هم باشد که زهازه. اما سه تا پرسش مطرح فرمودید. یکی این که تاریخ ایران، شما باورتون میشه اگر که دوستان من نمی بودند حتی زمان دانشگاه تهران سر من به باد میرفت. من 3 سال از تحصیل در 16 سالگی معروف بودم، نداشتن درس بخونم. یعنی شخص وزیر نوشت آقای نصر احمدی کلیه مدارک تحصیلی شما از اول دبستان تا دیپلم باطل اعلام میگردد، فرخ رو پارسا وزیر. امتحان وزیر رو هیچ کسی نمیتونه تغییر بده، یا شاه یا پارلمان یا خود وزیر. و 3 سال من سرگردان بودم برای تحصیل، پدر اصرار داشت بیام امریکا یا فرانسوی که از بچگی مورد علاقم بود، با توجه به اینکه برادر کوچکتر از من امریکا بود، ولی من زیر بار نمی‌رفتم، میگفتم نه من باید ایران دانشگاه تهران برم، اونم رشته علوم اجتماعی یا جامعه شناسی یا سیاسی یا حقوق کنم. و همه اون کسانی که منو میشناسن میدونن که اگر تمام رشته ها رو به من میگفتن بیا دانشگاه سال 4 بنشین، من حاضر نبودم. این اصلا موفق شدم در رشته دلخواهم، 2 تا رشته دلخواهم درس بخونم، و در پاریس هر 3 رشته مورد علاقمو تا تخصص، تا دکترا و تخصص برم که کتابامم در جهان تدریس بشه. جناب آقای سروی، این سال من زمان دانشجویی خیلی معترض بودم که اولا یک سال قلابیه، 2500 از محمد رضا شاه شروع کردن و حالا که 2513 هست، برا تو کوروش سال 500 و به گمانم 500 و اگر اجازه بدید درست بگم خدمتون بیاد بیارم کوروش چه سالی به اعلام پادشاهی کرد، بعد از این که با کرسوس جنگیده و برنده شده، در سال 546 پیش از مسیح در سارد، یعنی وقتی از در سارد برنده میشه که اونم البته با یه تاکتیک نظامی، جنگ رویارو نبوده، یه تاکتیک بوده که در اصطلاح اخلاق بهش میگن ناجوان مردی، و کوروش برنده شده میاد دشترین کرگیلویه که زادگاهش بوده، چون خانواده هخامنشی 2 سلسله هستن، 2 از 2 قومن، یکی پارس هستن که داروش بزرگه، دیگری انزانی هست که کوروشه. کوروش در سال 546 در دشترین کرگیلویه زیر منطقه بختیاری بالای کوه دنا اونجا اعلام پادشاهی میکنه. بنابراین 546 میشود 13 سال پیش از 2500، یعنی محمد رضا شاه آمد از 2500 اعلام کرد سال پادشاهی ایران که تا 37 سالگی بشود 2537. و حالا که آقای سروی خیلی اکا میشه تلفن، والا من از اینجا نمیدونم چیکار کنم، شما لطف کنید اون نمیدونم به اصطلاح گوشی رو یه مقداری از خودتون دور کنید و توی دهنی صحبت کنید، چون به اتفاقا از قضا همین کار کردم. حالا بعدی این است که 13 سال اختلاف داره و اون 13 سال تخلقه، بنابراین اگر بنا باشد سال پادشاهی ایران رو از کوروش شروع بکنیم که یک خیانت تاریخی است و یک ضربه تاریخ ایرانه، تاریخ ایران 5000 ساله، تاریخ ایران از کوروش شروع نشده و با کوروش هم پایان نگرفته، با پهلوی نیامده که با پهلوی بره، بنابراین پادشاهی ایران که از ناهورته شروع میشه و پیش از ایلامیان از گوتی ها، امربی ها، سوباری ها، لولودی ها، ملیان، انزان، انشان و بعد ایلامیان و بعد مادها، پدر بزرگ همین کوروش، و چرا پدر بزرگ کوروش رو اونو به حساب نمیارن؟ اگر بنا باشد که کوروش مطرح باشد، خب پدر بزرگ کوروش هم پادشاه بوده، خانواده ماد خانواده خوبی بودن، در پادشاهی ایران بسیار خانواده متعادلی بودن و اصلا هم دیگه رو آزار ندادن، و حالا که هخامنشیان تمام برادر کشته، پسر پدر کشته، پدر پسر کشته، تک تکشون بدون، یعنی بدون استثناء البته داروش بزرگ و خشایارشان، نه تمام پادشاهان هخامنشی پسر کشتند، برادر هم کشتند، پدر هم کشتند. خب اگر بنا باشد به تاریخ حرمت بذاریم، باید تاریخ ایران 10000 ساله باشه. وقتی شتروخ ناهون ده حمله میکنه به بابل امروز، بابل که عراق امروز هست، به قانونی در اونجا 2000 سال پیش از هخامنشیان، حمورابی
پادشاه بابل می نویسه و پسر شمشوندینا بر سر کاره و 6 سال پیشترش هنورابی می میره، شطرف نهوته حمله می کنه و اون سنگ نوشته قانون که 202 ماده است و الان در دانشگاه جهان تدریس میشه اینو با خودش میاده، این نشانگر تمدن و کهن ایرانه. خیلی خوب، چرا ما اینا رو همه نادیده میگیریم؟ بابا از دستهای 2500 ساله از کورش شروع میکنیم، بعد هم میگیم کورش ها کلمه ها رو نجات داد. نه، اینطور نیست. کورش هرگز و هرگز و هرگز تا الان که من با شما گفتگو میکنم کتابی در جهان دیده نشده که نوشته باشند کوروش از پارس یا از انزان رفت به بابل برای نجات کلیمی ها. وقتی رفت با شوهر عمه مادرش به جنگی و شکستش داد، دید یه عده دربندند. آقای ارمائل وزیر کلیمی کوروش گفت که قربان اعلی حضرت و جاشوا یکی از وزرای دیگرش گفتن قربان اعلی حضرت این عده دربند هستند، اینا رو آزاد بکنیم. کوروش رو خیلی خوب آزادشون بکنیم. باشه. بعد آقای ارمایل و آقای جاشوا به کوروش گفتن اینها کلیمی هستن، خب برن، خیلی خوب باشه، آزاد باشن، برن. همین دیگه صغرا کبرا میچینیم و داستان درست میکنیم و 1556 صفحه ترجمه برای 4 خط مینویسیم، این که خلاف اخلاقه. اون سنگ نوشته که به زبان کوروش هست به نام اعلامیه صلح، آقای سروی اقلا یک سومش که شکسته است، کاملا از بین رفته، 29-45 سانتیمتر بیشتر نیست و بیش از 18 خطش کاملا صاف شده، کاملا. و ما هیچ ایرانی در تاریخ ایران نداریم که خط میخی بابلی بلد بوده باشه. ما از ترجمه های فرانسه، انگلیسی و آلمانی اینو نوشتیم، ولی ترجمه کشید خط تو چرا 68 خط می‌نویسیم؟ چرا 292 خط از بعد از جشن های 2500 سالی می‌نویسیم؟ خب این معلومه سیاست در کاره. جایی که سیاست به میان میاد این میگریزه جناب آقای سروی، اینطور نیست. اگر بنا باشد تاریخ ایران از کوروش آغاز بکنیم، باید الان 13 سال به این سالها اضافه بکنیم. محمد رضا شاه را آوردن گفتن 2500 2501 2502 تا 2537 و این خیانت تاریخی است. باور بکنید من زمان دانشجویی نزدیک بود سرم به باد بره، برای که حرفا رو میگفتم. اون دوستی که من عرض کردم آقای سوزنی، اون 12 سال من از من بزرگتر بود، نماینده دانشکده ادبیات، اون جلو من همیشه میگرفت میگفت مبادا از این حرفا بزنی ول کن. اون زمان یعنی دانشجو میدونه، دانشجویی که با تاریخ به علم سیاست سر و کار داره این چیزا رو که میدونه. اما خب شد دیگه، کردن و به غلط کتاب نادیده ها نمیگوین. من نمیگویم کتاب نخونده ها، من میگویم کتاب ندیده ها. به غلط میگویم 2500 و نمیدونم 74 شاهنشاهی. شاهنشاهی 2500 در چه سال نیست، شاهنشاهی 10000 ساله. تاریخ ایران 10000 ساله. تاریخ ایران از کوروش که شروع شده. بنابراین امیدوارم پاسخ پرسشی شما رو در این زمینه داده باشم. اما مسئله رضا شاه و مسئله دین، از بعد از حاکمیت اسلام در ایران و به ویژه از زمانی که مذهب رسمی به عنوان شیعه از سوی شاه اسماعیل 13 ساله اعلام شد و 20000 ایرانی رو در تبریز گردن زد، یعنی تبریزی ها رو گردن زد که سنی بودن و الان متاسفانه تبریزی ها از همه شیعی ترند و نمیدونن پدران سوی شاه اسماعیل 501 سال پیش 20000 تاشو کشته یا میدونند. از اون زمان ما سه حکومت کاملا دینی داشتیم، یعنی صفویه، قاجار، پهلوی. اما پهلوی در مناسبات دینیش از اون ستا رادیکال‌تر بود، ولی ملت نمیدونه، نمیخوان بدونن. از چرا؟ چون تلویزیون در اختیار خانواده پهلوی بوده، چون رادیو در اختیار خانواده پهلوی بوده. خیلی خوب، رضا شاه تنها پادشاه تاریخ ایرانه که بعد از شاه عباس که میگفت من چند علی هستم پیاده رفت تا امام رضا و برگشت. دو نوبت، یک نوبت هم نه، پیاده رفت. آقای سرمی تا سال 13 حکومتش از باغشا، از میدان سپه تا باغشا رو گل به سرش میمالید به خاطر امام حسین. شما کتاب آقای دکتر محمد برقعی و آقای دکتر فراموش کردم نامشو اگر بخونید، در اونجا نوشته اگر در کربلا قزاق بودی امام حسین بیاری آور تنها نبودی. این مربوط به رضا شاهه که جز سربازان قزاقه.
از آقا ناصرالدین شاه در ایران آورد، یعنی نظام ارتش منظم امروزی رو ناصرالدین شاه در سفر اولش به فرنگ با الهام از پدر بزرگش عباس میرزا قاجار که آقای مورگان شد که جنرال گاردان آمده بود به ایران با 73 نفر نظامی در تهران و تبریز پایه‌ریزی ارتش مدرن امروزی رو کردند و بعدها وسیله امپراتور روسیه که 1000 قبضه تفنگ بهش داد با 60 حلقه توپ آمد ارتش ایران رو به صورت منظم و به عنوان بریگاد قزاق پایه‌ریزی کرد. رضا شاه جز سربازان قزاق بود. به همین جهت آقای دکتر محمد برقعی و آقای دکتر که فراموش کردم نامشو، اینها این دو شعر رو نوشتن: اگر در کربلا قزاق بودی امام حسین بیار یاور تنها نبودی. یعنی به سینه میزدن و میخوندن، این که مشخصه. هر طرفی وقتی چنپای مثلا دین به میان آمد، خب ما میبینیم سوگند متمم قانون اساسی که شاه قسم میخورد به قرآن دیگه، بعد سوگند نمایندگان مجلس به قرآنی که، بعد نمایندگان پارلمان هم به قرآن باید سوگند بخورن، اونم برای مذهب شیعه نه برای چیز دیگری. سناتورها همینطور. ازدواج شما آقای سربی در ایران کسی که ازدواج بکنه یعنی زمان مشروطه، حتما طلاق، ازدواج و طلاق و مرگ و اینها اون آیه های عربی جاری و ساریه، انکهد و وزوشت و اینجا مشخصه. خاک سپاهی ایرانیان مگر بر اساس آیین دینی در حکومت مشروطه نبوده؟ ماه رمضان شما رادیو رو که میگرفتید، ماه رمضان 30 روزش، حتی یادم هست من کودکی بودم، حسن علی منصور وقتی زخمی بود هنوز از میان نرفته بود، حسن علی منصور نخست وزیر، برای جان ایشان دعا میکردن در رادیو آقای زبیری. ماه محرم و سفر در دربار هر دو ماه عزاداری بوده. شهود وقتی که زن به حساب نمیاد و مرده، خب این ناشی از اون نامات دینی هست در حکومت مشروطه. زیارت امام رضا شاه، خود شاه، خود محمد رضا شاه، بدرقه شاه وقتی رفت میرفت زیر قرآن رد میشد، امام جمعه تهران که فارغ التحصیل اروپا بود، پاریس و زن پاریسی داشت، ایشون شاه را از زیر قرآن رد میکرد، آبم پشتش میریختن. خب این آبپوشیزی یعنی نشانه خرافات. حکومت وقتی تبلیغ میکرد یعنی چه؟ شما آقای سربی، من میخوام بپرسم استقبال شاه وقتی که انجام میگرفت، مگه با قرآن نمیرفتن به استقبالش؟ مگه خود شاه به استقبال آیت الله خامساری در اردیبهشت 1323 نرفت؟ احمد کسروی براش نامه سرگشاده نوشت آقای شاه، تو وقتی این کارو میکنی من یقین دارم که تو این تاج به آخوندها میسپری و میری. این جمله احمد کسروی، نامه سرگشاده احمد کسروی است. شما میخوام بپرسم آزادی زیمبانو در ایران با گوسفند کشان و گل ریزان مگه همراه نبود؟ آقای سربی شما مگه فال در ایران نبوده زمان مشروطه؟ مگه نوروز ملی رو با آیه معروف آقای راشد مگر عنوان نمی شد؟ با دعای تحویل سال، بله بله دعای تحویل سال. خب نوروز ملی چه ارتباطی به اسلام با قرآن داره؟ چرا تو وقتی دعای تحویل سال داره من میپرسم؟ من این سوالی که فرمودید آقای میلونی میگران این کاره، خب آقای میلونی خودش کم و بیش هم این داستان ها را برحال تو حرفای منم شنیده، خودش هم میدونی. شما اذان ظهر از رادیو مگه پخش نمیشد؟ یادتون رفته؟ شما رفتن محمد رضا شاه به مکه که پادشاه عربستان براش رقص شمشیر کرد، خب ما که ندیدیم، ولی گفتن فیلمش هم دیدیم بعدا. آقای احمدی بسیار واژه مشهدی اطلاق با آدمی که به زیارت امام رضا میره یعنی چه؟ واژه کربلا یعنی چه؟ بله واژه حاجی یعنی چه؟ فکر میکنم بس، به قول معروف میگن در خانه کس است، یک حرف بس است. با این توضیحاتی که شما دادید، من میخوام دوستان خودشون برن بیشتر تحقیق کنن. از شما بسیار ممنونم. فقط اجازه بدید به دوستان بگم این ویدیو تا یکی دو ساعت دیگه در آرشیو بسیار منظم تلویزیون مردم هم هست، دوستان میتونن در هر ساعتی ببینن و صحبت هایی که اینجا میشه همیشه اونجا بوده و کتاب آقای نصر احمدی هم به صورت PDF موجود هست، هم با تماس با خودشون هم با تماس با تلویزیون مردم میتونید یه نسخش رو مجانی داشته باشید. باز هم از شما ممنونم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم آقای احمدی. سلامت باشید.
سپاسگزارم از شما به مطلب در این زمینه اینقدر فراوانه ده برابر این مطلبی که من گفتم مناسبات حکومت و دین در مشروطه فراوان بود محصل شده جمهوری اسلامی. اما گردانندگان رادیو و تلویزیون نباید به دین حمله بکنند. دین در همه جای جهان هست. مناسبات حکومتی وقتی زیر سیطره دین باشد بهتر از این نیست. شما حق ندارید بگید آخوندها رو آویزون میکنید به چنار پهلوی. این نیست. آخوند هم جزء ملت ایرانه. سرشت دینی رو در حکومت نیارید، وگرنه دین که معتبره. دین در بافت روحی آدم ها هست، میخوان بپذیرن میخوان نپذیرن، آزاد و مخیرن، در این قانون اساسی هم آمده. اما مناسبتش در حکومت و قانون ضایع باره و میشود این داستانی که امروز ما میبینیم. جناب آقای سربی، من از وقت گذر کردم، هدف قانون اساسی بود، به سیاست کشیده شد. این سیاست یعنی تعریف میکنم جامعه شناسی اقیانوسیست ناپدید، یعنی کرانه ناپدید. سیاست یک بخش کوچکی تازه از این جامعه شناسی است. اینی که امیدوارم گفتگوی آینده صرف بپردازیم به قانون اساسی که راهکاری برای سلامت و سعادت ملت ایران باشه. بسیار ممنون، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. به امید دیدم. برای شما همچنین و بینندگان شنوندگان گرامی تلویزیون مردم ممنون. و همه ملت ایران. مرسی. دوستان عزیز، با آقای دکتر نصر احمدی بودیم. همونجور که گفتم این ویدیو به زودی روی صفحه بایگانی هم گذاشته میشه و شما هم اگر پرسشی دارید مستقیما با خود ایشون با شماره تلفن 818-201-5779 تماس بگیرید، با ایمیل ایشون at info@rayestani.com تماس بگیرید و اگر هم مایل هستید حمایت کنید از برنامه ایشون با خودشون تماس بگیرید و حمایت های خودتون رو به آدرس ایشون ارسال کنید و اگر مایل هستید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید با من با ایمیل info@mardomtv.com یا usa.sorbi@gmail.com تماس بگیرید یا با شماره تلفن 202-695-2573. مثل همیشه برنامه ها رو دنبال میکنیم و همونجوری که گفتم ویدیوی جدید آقای فرزاد شبستری هم که آخرین چهارشنبه هر ماه با شما هستن آماده است و به ترتیب برای شما پخش میشه. روز روزگار بر شما خوش. اگر هم رأی دادن به نظام جمهوری پارلمانی، نظام حکومتی ایران جمهوری پارلمانی خواهد شد و این روش دموکراسی در این قانون اساسی برای چگونگی و چرایی و دستور آمرانه دادن به حکومت، یعنی قانون اساسی به حکومت دستور میده شاه یا رئیس جمهور و رهبر تابع است از نظام قانون اساسی. اگر تابع نباشه بنابراین حسین گلی خانی هست. یک حسین گلی خانی در کرمانشاه بود، تفکیده پاریس. البته هر کسی رو که تاییدش نمی کرد می گفت ببندید به شلاق. میگفتن آخر روش تو چه هست؟ میگفت حسین گلی خان کافیه. البته این مربوط به دوران جنگ اول جهانی هست، یعنی دوره فترت تاریخ ایران. این حسین گلی خانی ضرب المثل شده. اگر پادشاه یا رئیس جمهور تابع قانون اساسی نباشد همان میشود که ما به پادشاهان مشروطه 100% میگوییم دیکتاتور و با توجه به قانون خرابش و به جمهوری اسلامی هم به رهبرانش سردارانش میگوییم دیکتاتور. به گفته دکتر غلام حسین صدیقی بنیانگذار علم جامعه شناسی ایران مقدم الاساطیر ایران توضیح داد قانون ناموس جامعه هست ولو قانون بد. بنابراین انسان مترقی و متحول تابیست از قانون. اگر قانون بد باشد سعی میکنه چیزی بنویسد یا نمایندگان و متوجه خرابی های قانون بکنه، از طریق قانونی اون قانون عوض بکنه. اما چون شرایط حکومتی ما به گمانم مساعد نیست که به روش مسالمت آمیز کاملا حرمت برانگیز باشه، این اندیشه باید در ذهن مردم جای بگیره و مردم یک روز خواهان یک روش دموکراسی باشن. جناب آقای سوربی، همیهنان گرامی، دموکراسی لفظه. هر بشری میتونه بگه تابع دموکراسی هستم. شما اگر آقای سوربی قدرتی داشته باشید، لنین یکی از دیکتاتورهای بزرگ جهان، استالین که براتر از او بود به لحاظ دیکتاتوری، ماوتسوتون، هیتلر، موسولینی، همه دیکتاتورهای ریستر، رضا شاه، هر کسو خم آیت الله خمینی رو زنده بکنید، بیگمان خواهند گفت ما طالب دموکراسی هستیم.
اما سر مطلق روش اینها دیکتاتوری بود. دموکراسی لفظه، وقتی به عمل نیاد در چارچوب دموکراسی، بنابراین این دموکراسی فقط در لفظ خلاصه میشه. این است که برای اینکه این روش در لفظ و در اذهان فقط یک گفتار نباشه، به صورت نوشته یعنی قانون اساسی حکومت پارلمانی ایران آورده شده. اما چرا رایستانی؟ چون ما وقتی عنوان میکنیم مجلس شورای ملی یا مجلس شورای اسلامی، خیلی خوب، هر سه واژه در هر دو گفتار عربی هست. پارلمان هم یک واژه لاتینه، آمده 400-500 سال در فرهنگ فرانسه، از فرهنگ فرانسه آمده به دیگر زبانهای اروپایی مثل انگلیسی، مثل اسپانیولی، مثل ایتالیایی، مثل آلمانی و مثل روسی. البته روسی را اگر جز زبانهای اروپایی بذارن که نه، چون اسلاوه اون در شمار هند اروپایی جایی نمیگیره. زبانهای هند اروپایی عبارتند از همین زبانهایی که عرض کردم به اضافه زبان هندی و فارسی. این شبه زبان هند اروپایی، یعنی زبانهای مترقی و متحول امروزه که متاسفانه فارسیش به لحاظ بی کسی، بی توجهی و خربت و دور از اذهان موندن و جدا موندن از داده‌های علمی بسیار بسیار عقب رفته. 250 سال پیش به حرمت سعدی، حتی یک رئیس جمهور فرانسه به نام کارون سعدی بود، اسمش سعدی بود، پدر بزرگش اسم پسرش رو سعدی گذاشته بود و اون سعدی اسم پسرش هم سعدی گذاشت به حرمت سعدی. و به حرمت سعدی که ما همه میدونیم زبان فارسی در هند زبان رسمی بود. وقتی که دولت فخیمه بریتانیا آمد و اون سیاست استعماری رو پیاده کرد و گاندی رو علم کرد، حالا امیدوارم من خورده نگیرند، چون گاندی آمد شبه قاره هند رو تبدیل به هند کرد، یعنی کشمیر ازش جدا شد، پاکستان ازش جدا شد، تامیر ازش جدا شد و بنگلادش هم ازش جدا شد، تبدیل شد به کشور هند. زبان فارسی منسوخ شد و از بین رفت و جاش رو زبان انگلیسی گرفت. یعنی زبان رسمی ما در هند فارسی بود، زبان مردم هند منظورم گفتم. ما حتی در ترکیه و پیش از آمدن آتاتورک که آنگلوفیل ها دوباره مأمور کردن کسی دیگری رو به نام آتاتورک به عنوان ناسیونالیسم جوانان ترک و پان ترکیزم ها به ترکیه بره و اون جریان رو برقرار بکنه، زبان فارسی هم در ترکیه زبان رسمی بود، یعنی به افتخار سعدی بزرگ. خیلی خوب، این زبان رفت. اما وظیفه ما فرزندان ایران، تاجیکستان، افغانستان، کسانی که به فارسی باور داریم، سعی کنیم واژه های فارسی دور از ذهن نباشه، مثل احمد کسروی که مردم فرار کنن یا آقای ده خدا. ما واژه های رو در ده خدا میبینیم که البته ده خدا بیش از 60% عربی داره، 60% کسروی عربی نداره، اما واژه های رو که آورده به گمانم بیشتر خودسازه، یعنی خودکسریه، و دو دور از ذهنه، یعنی محجوره، آدم فرار میکنه ازش. من کوشش کردم در قانون اساسی واژه های فارسی زبانزد تقریبا بیارم و مرادفش رو هم که در زبان فارسی امروز جاری و ساری هست برای بی سواد و اون واژه های فارسی نابش برای آدم هایی که باورمند به فرهنگ ناب ایرانی هستن مرادف آورده باشه. رایستانی رو به این مناسبت آوردم، یعنی مکانی که رای مطرح است، یعنی اندیشه مطرح است و به اصطلاح عرب ها رای مطرح است، از رای و آن عرب ها میگن، یعنی همون مجلس شورای ملی رو عنوان میکنن، اون از دار شورا، بعد هم میگن از رای و آن، یعنی رای همگانی، آرای همگانی. من به صورت رایستانی آوردم. اگر رادیو تلویزیون ها خبرنگاران هر واژه رو بازتاب بدن، مطمئنن در کوتاه مدت در ذهن جامعه جای میفته. رایستان یعنی آنجا که رای و خرد مطرح است و مکان رایزنی و مشورت است. به این مناسبت آورده شده قانون اساسی حکومت پارلمانی ایران در دیومه رایستانی و در متن کتاب هم آورده شده که حکومت آینده ایران اگر بر محور پارلمانی باشه، آیین فرمانروایی ایران نامیده می شود، آیین فرمانروایی رایستانی ایران نامیده می شود. به گمانم توضیح مختصر و کافی در این زمینه دادم. بپردازیم به مسئله قانون اساسی. ابتدا می خوام تشکر کرده باشم
از آقای دکتر مرتضی محمدی، جراح استاد پیشین دانشگاه، که علاقه میهنیشون باعث شد به من تلفن کنن و خواستار پی اف بودن که قانون اساسی رو دوباره از سر ماشین بکنن. و چون تشخیص دادن، اتفاقا از قضا من هم متوجه این مطلب شدم، دو سه مطلب از ماده و تفسیر سر سطر نیامده، فقط به خاطر اون دو ستا آقای دکتر مرتضی آقا محمدی دوباره از اول ماشین بکنن و دوباره آماده بشه برای چاپ بعدی، که البته ایراد و اشکالی در اصل قضیه به وجود نمیاره، اما برای مؤسسان آینده ایران سهل و آسان هست برای فهم. از آقای ضیاء مصطفی‌زاده سپاسگزاری کنم از هلند که وسیله ارتباط خود شما آقای سروی برقرار کردید. ایشون بر این هستند که قانون اساسی رو گفتاری بکنن، یعنی به صورت گفته، البته با توجه به آوانگاری همین قانون اساسی که من کشیدم با آوا واژه‌ها رو نشون دادم، مثلا محبت نوشتم که محبت تلفظ نشه، مثلا به عنوان نمونه آوردم، یعنی فتح کسر زمه و زبر زیر پیش آمده در این قانون اساسی. از ایشان سپاس گذارم. از جناب آقای مهندس سهراب چمن آرا سپاس گذارم و برای من واقعا شگفتی آور بود. من اینکه دو مهندس بعد از انقلاب دیدم کارهای اجتماعی بسیار بسیار خوبی انجام میدن. جناب مهندس چمن آرا برای من همه این نوشته هاشونو که این 10 ساله هم از قضا شروع کردن فرستادن، ولی تا دیروز غروب آخرین ساعت پست هنوز به دست من نرسیده، به گمانم چون پست امریکا حتی در کالیفرنیا شما باید 5 روز حداقل منتظر باشید تا بتونید نامه یا کتابی رو دریافت بکنید. از ایشون سپاسگزارم که در داده‌های میهنی و اجتماعی کتاب نوشتن. از جناب بیژن آبادی که سایتی درست کردن، کتابخانه‌ای دارن و این کتابخانه به صورت آرشیو هست در تگزاس به نام kitabfarsi.com و این قانون اساسی رو گذاشتن در سایت به معرض قضاوت همه خوانندگان، از ایشون بسیار بسیار سپاسگزارم. از جناب آقای گنابادی در سوئد سپاسگزارم که رادیو سرباز رو دارن، radiosarbaz.com، که برنامه شما جناب آقای سروی و دیگر برنامه ها رو، یعنی برنامه آقای مینوی رو در ایتو و برنامه آقای توکلی رو در رادیو ایران پیدا می کنن برای این قانون اساسی. از این بابت بی نهایت سپاسگزارم. اما جناب آقای سروی، من یه تقاضا دارم. بفرمایید، گوش میدم. اگر براتون هموار هست، اگر کسانی ایمیل میکنن برای شما پیرامون مسئله که بیشتر به شخص من مربوط میشه، نه پرسش همگانی، استدعا میکنم اون فرد رو بیارید سر خط که هم مردم صدا رو برای بار دوم یا بعدها بشناسن اگر دوباره بیاد سر خط، و من پاسخگوی مستقیم و تقریبا نه رویارو اما شنیداری باشم. از این بابت سپاسگزارم. دو تقاضای دیگری دارم. اگر پرسشی از دیدگاه شما یا نظرگاهی مطرح است، حداقل 5 دقیقه پیش از پایان برنامه اعلام بکنید که من نصر احمد پاسخگو باشم. از این بابت بی‌نهایت سپاسگزارم. و اما اجازه بفرمایید که من برم بستر قانون اساسی. بفرمایید. بله، قانون اساسی رو خب به لحاظ بوده دو تا قانون اساسی نادرست و به گمان من انسان ستیز، یکی مشروطه، دیگری قانون اساسی جمهوری اسلامی که یکی از دیگری بدتر، من به عنوان یک عنصر متحد میهنی بر این شدم که قانون اساسی بنویسم. اون قانون اساسی ارزش انسانی درش ملاک نیست، جامعه خیلی بهش بها داده نشده، جامعه ابزار کار حکومت هست و اینجا یک ملعبه و مستمسکی به نام دین در این دو قانون اساسی پیدا شده که هم پادشاه و هم رهبر حکومت در حکومت اسلامی و گردانندگان حکومت اسلامی ملزم و مقید هستند و به نام دین این دو قانون اساسی جاری و ساری هست. دین معتبره، دین محترمه. من بارها عنوان کردم، خودم در پاریس 2 نوبت آقای ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه رو، رئیس جمهور گولیست فرانسه رو، 2 نوبت در 2 کلیسای مختلف به چشمم دیدم با همسرشون و با تنها فرزندشون که دخترشون بود، اینها رو در کلیسا دیدم. بنابراین
وجود یک قانون اساسی خوب مترقی متعدل ناقض دین نیست، دشمنی با دین نیست. از قضا برعکس، قانون مترقی و متعدل حرمت دین رو نگه می‌داره. فقط به احترام دین در حکومت جایی نداره. امروزه به ویژه امروزه قرن 21 حکومت دینی رو بر نمیتابه. علت و اس اساس و پایه و بنمایه و شالوده مخالفت روشنفکران و حتی بیشتر مردم به گمانم از جمهوری اسلامی دخالت مذهب و سرنوشت سیاسی و حکومتی جامعه از سوی دین هست. بنابراین در قانون مترقی اگر دین راهیابی پیدا نکنه در حکومت، اون قانون مترقی است. از این روی من آمدم این قانون اساسی رو یک تنه که البته امیدوارم جای پرسش نباشه که چرا یک تنه نوشتم. البته حتما آینده ایران مؤسسان که بیش از 1000 نفر خواهد بود، خب این قانون رو بررسی میکنه. اگر به تشخیصش قانون خوبی بود که همه را نمره خوب بهش میده، اگر جاهایی بد بود و خواستن حذف بکنن مخیر و مختار هستن، چون در خود قانون اساسی آمده اگر بنا بود اضافه یا کم بکنن مخیر و مختار هستن. بنابراین سرنوشت این قانون اساسی که زمینی هست به دست نمایندگان منتخب برگزیده مردم به نام مؤسسان یکم یا به گفته من خبرگان فارسی و خبرگان هر دو صحیحه به دست اونها خواهد افتاد و سوی به گمانم یک کار اقتصادی هم هست. یعنی من به سود میهنم، در آینده میهنم، اگرچه میلیاردها از ثروت این مملکت به باد رفته و میرود، آمدم به نوعی فیشگیری کردم برای که 1000 نفر نمایندگان مؤسسان و مجلس ملی اگر بخوان قانون اساسی بنویسن حتی اقل 2 سال وقت میبره و این 2 سال بیش از 1 میلیارد دلار به سود ملت و بیت المال ملی خواهد بود و این هم سهم من برای میهنم افزوده بر این اندیشی که به گمان من راه نجات و راه تجلی و تعالی جامعه ایرانی هست. قانون اساسی در 4 بخش، این قانون اساسی حکومت پارلمان 12 صفحه نخست که در پرانتز هست، نوعی شعاره که در ذهن مردم جای میگیره، دموکراسی، قانون، حکومت. 35 صفحه در گیوم هست که بیشتر مربوط میشه به جامعه شناسی سیاسی و ساختار بنمایه کارهای اجتماعی سیاسی که عبارت است از حکومت، دین، قانون و چگونگی پیدا شدن این 3، یعنی چطور دین پیدا شد، چطور حکومت پیدا شد، چطور دین پیدا شد، رابطه اینها با هم چه است، کمک ها و معاذرتی که با هم دارن چه است، دشمنی ها و ناسازگاری هایی که با هم دارن در چه است و راهکار کار جدای دین از حکومت در اون 35 صفحه. اما 101 صفحه که از آغاز هست و یک برگ سفید میانش هست و بعد از برگ سفید علامت ترازو و نوشته است اصول و مواد و تفسیرهای های قانون اساسی، از آنجا قانون اساسی شروع میشه تا 101 صفحه پایان میگیره و بعد 8 صفحه هم هست آخر که با حروف لاتین عددها مشخص شده. چرا عددها جدا هستند از هم؟ برای تمیز دادن خواننده که راحت باشه کارش. بیوگرافی، شرح احوال و چگونگی خود پدید آورنده این قانون اساسی از خانوادهش تا به امروز که از کجا آمده، چه هست، چه هست، تحصیلش و هدفش در این کار چه بوده. 1 صفحه پایانی بدون نمره هم به عنوان یادآوری آمده. چرا؟ چون این کار ثبت کتابخانه کلیه امریکا هست و من چون ساکن امریکا هستم به ناچار هستم کاری رو قانونی بکنم که جعل و تقلع و تزویر و دوباره کاری درش نشه و ثبت شده باشه، ثبت قانونی. از این روی پشت جلد به لاتین نوشته شده. اگر بر من خورده بگیرند، امیدوارم خورده گیری نکنند، ناشی از این مسئله است. چرا؟ چون کتابخانه کنگره باید با زبان انگلیسی سر و کار داشته باشه برای ثبت و ضبط این کار. از این روی من زیر عکس آمدم نوشتم Constitution of the Parliamentary Government of Persia، یعنی همون معنای قانون اساسی حکومت پارلمانی ایران. بنابراین به این جهت لاتین نوشته شده. از طرفی توضیح هم داده شده راجع به اسم کوتاه خود من مترجم روز اول با 2 تا اسم نوشته بود و من در اون شور و شر انقلابی کارنامه رو گذاشتم زیر بغلم که البته فرستاده شد به خارج پیش از خودم. وقتی به فرانسه آمدم اونو دادم برای شناسایی به شهرداری، عیناً همونو شهرداری نوشت
و بعد وقتی کارت شناسایی صادر شد و من رفتم کارت اقامت از دولت فرانسه گرفتم، بعد از 6 روز دیدم همون دوتا اسم نوشته شده، یعنی ام آب گول فرانسوی یا انگلیسی ها ای، دوتا اس آر، و متاسفانه تلفظ درست نیست، نفس خونده میشه. بنابراین من توضیح دادم که اگر اشتباهی هست کار مترجم بوده، نام درست من تلفظش ان ای اس آر هست، اما چون تمام مدارک به اون دوتا اس نوشته شده، از این بابت امیدوارم که خوانندگان گرامی به این مطلب توجه کرده باشند. جناب آقای سوری، اگر که شما هم آماده هستید من بپردازم به آغاز کار. بسیار ممنون. اجازه بدید من یه توضیح بدم. اولا تشکر کنم از آقای زیاد مصطفی‌زاده که اجازه من تلفن رو قطع کنم و بگم آقای سوری تلفن اکو میکنه، بذارید منو شنونده باشم، میشه که تلفن رو درست کنید؟ ببخشید الان چی؟ معلوم شد. بله بله بله. خب این قانون اساسی رو آقای زیا مصطفی‌زاده میخوان زحمت بکشن، میشه اسمش رو بذاریم قانون اساسی گویا، چون کتاب بله بله درسته کاملا بله. عالی، اسم خوبی هم بود. بله بله، کتابایی که به صورت آدیو این روزا پخش میشه همین اینجا هم میگم کتاب گویا. تشکر میکنم از سازمان کتاب، دوستانی که کتاب شما رو اونجا به صورت به اصطلاح اسکن کردن و زحمت کشیدن و در آرشیو گذاشتن. همچنین تشکر میکنم از دوستان دیگه، ضمن آقای دکتر مرتضی آقا محمدی هم که پیشنهاد کردن این رو از دوباره به اصطلاح می نشینن و تایپ میکنن یا می نویسن. خیلی ممنونم و خوشحالم که حالا با این کار یک وسیله ای میشه، ایشون یه مقداری دست از سر ما ورداره و به کارهای واقعا خوب مشغول بشه. چون آقای سوربی مگر ایشون مزاحم شما هستن که دست از سر شما بردارن؟